خانم اوتادی مرسی که وقتتون در اختیار ما قرار دادین با تمام مشغله‌ای که من می‌دونم داشتین. خانم اول یه ذره کلی واسه ما تعریف کنین این روزا مشغول چه کارهایی هستین؟ کلاً خیلی کم پیدا این. آره یه دو سه سالی کم پیداست لیلا اوتادی. والا شاید کارهایی که می‌کنم خیلی اکرام نمیشه. شما کارتون رو خیلی خوب شروع کردین. خب یعنی با مجید مجیدی و آقای ایرج قادری و بعدش چپتر. بله. سه تا اتفاق خوب بود که همه امیدوار شدن به یک ستاره خود سیما که بازیش هم خوبه. خب از این سه تا فیلم بگین اول برامون. این پروسه فکر کنم تا 3 سال این طی شد دیگه، نه 81 تا 84 بله. میگی سریال هم یه دونه وسطش بود مهر و ماه که اونم خب خیلی چون نقش اولش من بودم و نقش اول مردش هم آقای علی نصیریان بودن که خیلی فرسده. اون سالی که بود خیلی پربیننده بود، مردم دوست داشتن، خب همش کنار هم تاثیرگذار بود. بعدش کارهایی که کردم مثلا فیلم کوتاهی بود که آقای مهرجویی کار کردن، فرش ایرانی، یا کار دعوت آقای آتنکی و بردن. نمیدونم چرا همش رو شامل یک بیرون نیومدن و یا حذفیات و ممیزی و و و چیزای دیگه شد که باعث شد فیلمای خوب من خیلی دیده نشه. نمیدونم چرا. تو درصد شدی و گفتی که خب مثلا من میرم دیگه، مثلا من میگم بعد از تا آدم کشم باقی قرمز هم حتی فیلمای خوبی بودن. خب ولی بعدش که مثلا به دنبال خوشبختی و پیتزا مخلوط دید، ولی گفتی که دیگه بیخیال شیم. یه جایی هست آقای امام، شما که دیگه در جریان اونا کاملا بودین، یه جایی هستش شما این مقاومت میکنی، میگی مثلا یکی بهت میگه مثلا اینقدر تومن من بهت میدم بیا نقشه رو بازی کن مثلا توی کار کمدی یا طنز موقعیت یا هر چیزی، و شما میگی نه 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 نه، با اون پشتوانه که داشتم بهتره که این یکی راهمو برم. گرچه خب چپ دست و زنها فرشتن و و اینا همشون توی ژانر کاملا تجاری و گیشه بودن. بله. دوست داشتم این ور رو بیشتر حفظ بکنم، ولی اون شاید بگم نمیدونم مافیاست، شاید بگم گنگ، من خیلی این کارا رو بلد نیستم متاسفانه. متاسفانه بلد نیستم. خب مافیا کیه؟ اصلا اگه میشناختمش که بیشتر میتونم بگم آقا میشه که لطفا. مثلا شما مافیا داشتین که تو فیلم آقای مجیدی بازی کردین؟ توی آقای مجیدی خب یه رولی بود که شانسی قرار بر این بود که خانم کریمی زیبا و میدونین دیگه اون موقع واقعا هنوزم تک ستاره سینما رو قرار بودشون بازی کنن، و آقای مجیدی پیهو گفت که نه من این قیافه رو تو این مایه میخوام، ولی کسی نباید بشناستش نابازیگر. و کاملا شانسی شد که آقای رفیعی دستیارشون مثلا کار من دیده بودن و یه تستی گرفتن. یه چیز دیگه هم هستا، شما که میگین مالا مثلا دوستایی نداشتم تو فیلم های هنری، آخه داشتیم با اصغر فرهادی تو پاریس قدم میزدیم. خوبه دیگه اصغر فرهادی تهشه دیگه. اون پاریس نیست، اون جشنواره توسکانی هستش. درسته؟ که من یه فیلمی تهیه کرده بودم، فیلم کوتاه بود راجع به کردستان، با اون فیلم اونجا بودم و ایشون هم با فیلم درباره ایلیشون مال خیلی سال پیشون و اونجا با هم داشتیم صحبت این دقیقا بعد از دیدن فیلم ما و فیلم ایشون بود، تو کوچه ها داشتیم میمدیم که حالا خبرنگارا هم بودن و اتفاقا صحبت های خوبی هم شد، به خصوص راجع به یکی از کاراشون که قرار تو آلمان کار بکنن و اینها. مثل اینکه اون فیلم رو نساختن و گفتن که حالا تو اون فیلم دوست داشتن که اون نقشه رو من بازی کنم، کاملا راجع به همون بود صحبت. پس اینو قبول داری که گفتی که بی خیال برم پول درارم؟ نه نه نه، پول درارم هم نیستی که، شما یه ذره وای نیستی مثلا یه سال کار نمی کنی میگه اشکال نداره مقاومت میکنم و کارهای خوب میکنم، بعد یه سال میشه دو سال بعد بله. میبینی که دیگه هی کارگردان رو زنگ میزنم میگه که لیلا کار نمی کنی، یا لیلا داری از ذهنها میری. این تو سینمای ما خیلی هست، مثلا شما تو هالیوود یا حتی بالیوود اینو نمیبینین، یعنی منظورم از اسم بردن این دو با من دو تا سینمایی که صنعتن و موفقن تو اونجا نمیبینی. شما مثلا خانم میلستری ممکنه که 3 سال کار نکنه یهو یه کاری بکنه و دوباره قبضه بکنه سینما رو، نه اینکه قبضه به معنی که تو ایران الان هست قبضه میشه و یه سری آدم میان دیگه تمام فیلم ها اونان. یعنی من امسال رفتم
جشنواره همه رو یه آدم بازی کرده بود و رفته بودم جشن حافظ باز همه رو یه آدم کاندید که باید مهتب کرامت و نه خانوما رو از اتفاقا اصلا منظورم خانوما نیست آقایون کدوم هم؟ نه آقایون بهرام گرچه تو خواه نه بهرام نبود بابا این من اسم نبود خواهش میکنم من رو بهرام کارا عصبانی شدیم رسیدیم به نقطه جوش خانوم اوتاری نه نه دارم میخندم عصبانی مردم خسته میشن قبضه نباید باشه اینقدر سینما سینمای خوب اون سینماییه که شما یه دونه تو سال کار میکنی بله همه چشا رو خیره میکن اصلا دیگه شما میشی برند فیلم های کمدی دیگه همه میخوان هرچی بستم یا آقای فلانی بله بعد میشی برند فیلم های هنری چه علیلی، چه ذلیلی، چه معلولی، چه خیلی مثلا شاعر و متفکری تو فیلم های هنری همش یه نفر بازی میکنه خب نشد که این یعنی برای پول نرفت چرا مگه میشه برای پول نه یعنی کار. پول انگیزه است نه پول سر پیتزا مفتون شما میدونی که ایشون شدن که خانم یکی از اصلیت یعنی اولش من گفتم که خب نه اصلا این تو ژانر من نیست قربون شما بعد ایشون خیلی لطف داشتن آقا تایی کانده گفتن نه خیلی هر شما بگی من گفتم این تو من گفت باشه 75 میلیون بله تو زمان خود شما شدین گرون قیمت ترین بازیگر زنی متاسفانه چرا متاسفانه دعوا شد خیلی آره بابا تو هفت و اینا یادم بود چه بساتی رو بعد دیگه و اون باعث شد که خیلی ها مثلا من همیشه میگم کار هنری خوب باشه آقا من اصلا پول نمیگیرم میام کار میکنم چون کار هنری میدونم که یهو کل بودجهشون مثلا 70 میلیونه خب اینو میفهمم ولی خب توی کاری که طرف میاد با 1 میلیارد و اسپانسرشیپ و فلان مبل و شرکت مواد غذایی فلان و فلان سهم شما باید لحاظ بشه دیگه کمتر از 10 درصد چرا دعوا شد کاری نداریم حالا به این چیزش چرا انقدر دعوا شد سر این فکر کنم انتظار نمی رفت فکر کنم یعنی انتظار می رفت کی بشه مثلا گرون قیمت ترین فکر کنم مثلا هر کی میشد همین اتفاق می افتاد و شاید نمیدونم شما دشمنم زیاد دارین ها بله میدونم شما بگین دشمنتون کیان نگین ما میگیم ما اسم میگیم شما خیلی نه نه اسم که نبرید من از تو هم خواهش میکنم نبرید من که مردم انقدر زیرکن انقدر داناتر شدن با این شبکه های اجتماعی و با این اینترنتی که اومد و زمان ما ها از این چیزا نبود چه ما یادتونه خیلی کم بود ولی الان انقدر دیگه یه بچه کوچولو مثلا من بچه دوستمه یه هر دفعه میرم پیشش میگه خاله 20 گرفتم کی لپتاپم عوض کنی فلان کنی خاله فلان که یعنی اصلا بچه‌ها ما زمان ما مثلا گفتیم میشه یه باربی برامون بگیری تازه باربی برامون مثلا افسانه ای بود که یکی باید از انگلیس یا امریکا میرفت می آورد برامون که ولی الان دیگه همه چنقدر تو دسترسه که همه آگاهن به اینکه کی الان دشمن منه یا رقیب منه حالا کی زد براتون چرا زدنتون سر این 75 میلیون چون خیلی حرف و حدیث من فکر کنم یه اسم برام البته ولی یه کسی بود که از اون اصلا انتظار نمیرفت چون هنوزم خیلی شاخصه و داره کارش میکنه سریع بعد از اون نوشتن که آره نوشتش که من 80 تومن گرفتم اصلا به نظر من همه مردم عادی مدل شدن دیگه توی ایران خب کمتر آدم عادی میبینید همه یا مدلن یا عکاسن یا بازیگر یا خواننده البته ولی به نظر من آدم ها خیلی خوبه که کار خودشونو بکنن یعنی یه دکتر خوبه که همون یه دکتر باشه یه مهندس مهندس باشه یه منشی منشی باشه و اینه که جامعه رو میسازه اگه همه قرار باشه که خیلی در لوله مدل ظاهر بشن خیلی بخوان با سر و ظاهر یا اجزای صورت و بدن بر برن و جراحی و این داستان های اینجوری به نظرم شاید برای جامعه خیلی مناسب نیست ولی خب اونم انتخاب هر شخص هر که دوست داره هر کاری میکنه یعنی شما موافق این جراحی زیبایی نیستی که الان خیلی زیادم شده بین حتی آقایون به نظر من خیلی همه شبیه هم شدن دیگه من نمیشناسم واقعا مثلا یه جایی میرم خیلی شبیه هم من خیلی تفاوت ها رو متوجه نمیشم چون همه بینی ها شبیه همه گونه ها شما خودتون بینیتون عمل نکردید من بینیم عمل شما هیچ عمل زیبایی رو صورتتون انجام ندادید؟ صورتم نه من خیلی میرسم به خودم بعدم نمیاد یه موقعی کارایی بکنم ولی این که بخوام چیزی رو تغییر بدم یا جراحی کرده باشم که تیغ به صورتم تا حالا خورده باشه نه ولی چرا بخوام برسم به خودم خیلی اهلشم چرا خانم معتادی رو انتخاب کردین؟ به دلیل اینکه خانم معتادی هم دوست خوبه هم رفیق خوبه هم همکار و هم همراه خوبیه ما خیلی از جاها میریم خودمون میریم برای مثلا افتتاح یا دعوت میشیم در واقع
سلام علیکم. خانم تازه وارد شدن. می‌خوایم شما اینو داشته باشین، صداتون رو بشنویم. خیلی جایی که دعوت میشیم من داشتم پشت سرشون میگفتم که الان اومدم حضورم میگم. یه وقتی یه اتفاقاتی پیش میاد که یه سری شرایطی مهیا نیست، حالا به هر دلیلی، چه میدونم مثلا قرار جایی بریم ماشین دیر میاد، یا مثلا اتاقی که برای ما مثلا برای اسکان از قبل در نظر گرفتن عوض میشه شرایطش، دوستانی هستن که غر میزنن، عصبی میشن، حال خودشو بعد حال دیر. ولی خانم اوتادی جزء اون دسته از دوستانی هستن که خیلی خیلی همراه خوبی هستن، خیلی خوش انرژی هستن. من به آقای باخرادم حتما شهادت میده حرف من. گفتم من به خانم اوتادی گفتم به عنوان مهمان قبول زحمت کردن، انقدر دوست و رفیق خوبی هستن که سالها میتونن رفاقتشون هم ادامه پیدا کنه برای کمک کردن حالا به این کسایی که به هر حال توی همین هیته فعالیت میکنن. این رفاقت خارج از بحث حال افتتاح اینجا مهمان بودن برای این برنامه یا سینماست. آره متشکرم آقای سالی. میخوام همینجا ازتون قول بگیرم خواستگار اومد دعوت کنم که بیان یه ذره از من تعریف کنین اگه میشه. مرسی. این خوبی از خود نه خانم بهش نه من سابقه دارم که روی آنتن خواستگاری کردم، الان این صحبت ایشون حمله بر این نشه که الان فردا بنویسن که علی صالحی از لیلا اوتادی خواستگاری کرد یا بالعکس. ایشون گفتن که خواستگاری. آره میدونم. آخه دوستانی که مخاطبای ما انقدر بامزه و انقدر جذاب و دوست داشتنی هستن، بعد برای خودشون ایده پردازی میکنن، الان یهو یه تفسیری میکنن که لیلا اوتادی زیرپوسی خواستگاری کرد از آقای صالحی. حالا بله یا نه؟ بله. خدا رو شکر.